پرزیدنت رام در این ماه یک فرمان اجرایی صادر کرد که نیروی کار در امنیت سایبری خط اول در مقابل هکرها را چه داخلی چه خارجی تقویت می کند. این در حالی است که هفت میلیارد دستگاه متصل به وب در جهان از خانه های هوشمند گرفته تا پهپادها که شمار آنها در حال افزایش است با خطر هک شدن روبرو هستند جزئیات بیشتر در برگردان گزارش فیس لاپیدوس از صدای آمریکا پهبادها در کار تحویل و عکسبرداری از ارتفاع تا زمانی که هک نشدند ابزار ارزشمندی هستند روبن پال 13 ساله در کنفرانس امنیت سایبری در کیپ تاون در آفریقای جنوبی نشان داد تا چه حد دستگاه های متصل به وب آسیب پذیرند او خودش را سایبر نینجا میخواند که هک کردن را دوست دارد من هک کردن را از 6 یا هفت سالگی با یادگیری این تکنولوژی و تحقیق درباره آن شروع کردم پال در این کنفرانس توضیح داد هک پهپادها چقدر ساده است من اساسا شبکه در منطقه را برای پیدا کردن سیستم هایی که به شبکه پهباد وصل بودن اسکن کردم بعد با ارسال نرمافزار حک کردن پهباد را از سیستم و کنترل کاربر خارج کردم و حالا خودم کنترل کامل آن را در اختیار گرفتم میتوانم آن را پرواز دهم ویدیو بگیرم و هر داده ای را استخراج کنم این نمایش خطری را نشان می دهد که در آینده سیستم های متصل به اینترنت مانند خانه های هوشمند، اتومبیل های بدون راننده و ارتباطات اینترنتی با آن مواجهند. ماریا مود، کارشناس امنیت سایبری می گوید کاربران به ندرت به امنیت سیستم هایشان توجه می کنند. نوید درصد در حمله های سایبری به رمز عبور ضعیفی که کاربران گذاشتن مربوطه. روبه در کنفرانس هایش در سراسر سر جهان یک پیام دارد. در دنیایی که وارد آن می شویم، تکنولوژی بزرگتر و بزرگتر می شود. از این رو بهتر از همین حالا امن باشد تا در آینده پشیمان نشویم.